آره بنزین بدون سر به 300 تومن هستش. بزرگردم این چیکار کنم؟ ببین چای مایی نداری بابا دیم؟ شاید صرف هم بخواه بیارم لبو داغ بیا با خود لبو داغه قاعده 100 تومن بریز ببینیم بابا اصلا 3 کیلو خوردی و نتری چی به تو چه مربوطه هستو پولش میدم باشه بده بیا آخه همین جوری که نمیتونم واسم کنارت معمولی سینجینت کنم که خبری نشده؟ خبری؟ اگه خبری بود که تو به این راتی نمیتونست لبو بخوری که ببین دیگه از پاترول خبری نیستا فقط قیافه ها رو نگاه میکنی فهمیدی؟ آره پیشرفت کردم مرکز خرید دبیان یه دستی سر گوش تهرون کشیدم یه دست که چه عرض کنم حسابی بزک دوزکش کردم قیمت ها رو نگاه کن مفته شما بدید ایتالیایی بله بله نخالی دیزاینای روز اروپاست بد نیست من برلین رو به اینجا ترجیح میدم نازک نارنجی نباش نیستم ببین تازه فصل میوه چینی رسیده مرگ سراج محشر بود حرف نداشت مثل یه آزمایش هسته ای اگه دو سه تا سراج دیگه داشته باشیم دولت علیه باید فاتحه رابطه با اروپا رو بخونه این یعنی چی؟
من دیگه نه. این کارو باید خودشون انجام بدن. ممکنه آدمات به این زودی جواب ندن. جواب میدن. ببین، نباید توش وقفه بیفته. مرگ سراج اروپایی رو تکون داد. یه انفجار مامانی همه چی رو پودر میکنه میره هوا. اگه شانس بیاریم ما این وسط یکی دوتا عرب کله گنده هم سقط بشن، دیگه نور علا نوره. ببینم اینجا قهوه‌ای، نسکافه‌ای، چیزی پیدا نمیشه؟ طرفت پلیسه؟ اطلاعاتیه؟ چی میخوای بری اونجا پوز بدی؟ خیلی دلخوری. شاید دیگه چیزی نمونده. خیلی وقتی که اینو داریم میگیم. خب که چی؟ گفتم که من برلین رو به اینجا ترجیح میدم. اگه منظور دینه که من بمونم، میدونی که نمیتونم. بالاخره یه روز یکی پیدا میشه و توی خیابون منو با انگشتشون میده، میگه ها این فلانیه. من نمیخوام برگردم. خودم میفهمم که الان لااقل وقتش نیست. خب ولی دوست ندارم نتیجه اقداماتمو مصادره کنم. ببین، یه موقعی بود که وزرای شاه و عمرای ارتش تازه اومده بودن اروپا و آمریکا. حوصله نداشت حتی چمدوناشونو وا کنن. میگفتن کار بی خودیه. چمدونی که دو روز دیگه باید بسته بشه دیگه وا کردن نداره. شبا تو نایت کلاب ها کابینه تشکیل میدادن و پست تقسیم میکردن. من تو اون بازی شریک نبودم، چون قرار نبود کسی از جاش تکون بخوره. حالا هم قرار نیست هیچ پستی تقسیم بشه. اما همه چی جدیه. برای همینم من اینجا. منو ببخشین دیر کردم. صحبت امروز ما در مورد محدودیت‌های ترافیکی اجلاسه. بالاخره حکومت نظامی شد. شش. رضا، از مسیر فرودگاه تا بزرگراه جناح، از جناح تا شیخ فضل‌الله، شیخ فضل‌الله تا تقاطع چمران و تقاطع چمران تا محل اجلاس و خیابون ولی عصر، از ولی عصر تا مجموعه سعدآباد، همه بسته میمونه. ببخشید ولی این همه پادشاه و رئیس جمهور و نخست وزیر از کجا باید بیان برن؟ از هوا؟ پور رضا، تمام فرعی های منطقه به همین ترتیب بسته میمونه. بسته شدن به چه معنا؟ آیا عبور و مرور وسایل نقلیه فقط تعطیل میشه یا اینکه آدمای پیاده و معمولی هم؟ نه، فقط ماشین ها. نکنه واقعا پیشنهاد حکومت نظامی میدین؟ نه، همچین پیشنهادی که ندارم. ولی به نظر من فقط ممنوعیت عبور و مرور وسایل نقلیه کافی نیست. تو همین مسیری که خود شما الان فرمودید پر از نقاط ضعف امنیتیه. خب بیان این نقاط ضعف رو بررسی کنیم. مهمترین نقطه ضعف این که گذاشتیم حدود 50 کیلو مواد منفجره بسیار خطرناک از نظارت مخارج بشه. حالا چطوری میخوان از این ماده استفاده کنن؟ خب شاید توی ماشین جاسازی کنن، ماشینم بذارن تو مسیر. خب فرض کنیم این سناریو درست باشه. که احتمالش زیاد. وقتی تردد ماشینا رو ممنوع میکنیم، پارک هم ممنوعه. ضمناً تو این مسیر 7-8 تا پلم هستش. من هنوزم نگران وضعیت محل اجلاسم، به خصوص با این رفت آمد زیاد و بیرویه این روزا. دو روز قبل از اجلاس ساختمون و محوطه رو تحویل میگیریم برای کنترل بسه.
البته اینو باید واحد خنثی‌سازی بمب بگه. شما همش روی مواد منفجره حساب میکنید. شاید خواستن از روی پشت بوم خونه های مسیر به ماشین های سران حمله کنن. با این توصیف به یک گشت بیوقفه هوایی شبانه روزی احتیاج داریم. توی مسیر چند تا پمپ بنزین هست. بزرگراه جنا، اینجا، شیخ فضل‌الله نوری، ولیعصر. خب از همین امروز میگم تعطیلشون کنم. بیچاره مردمی که توی این محدوده زندگی میکنن. یه هفته زندگی ندارن. آقای وزیر امور خارجه امروز یه نامه معذرت‌خواهی برای مردم نوشتن. از امروز خونه به خونه تحویل میدن. خب با این حساب همه چیز تکمیل دیگه. خانم احمدی این یادداشت‌ها رو مرتب کنین، سریعا برسونین به سردار جلالی. منم در جریان بذارین. چشم قربان. سلام علیکم استاد. خسته نباشی. علیکم سلام آقای قادری. خوش اومدیم. بفرمایید. دو تا قلیون مشتی واسه ما چاق می‌کنی؟ چاکرتم. دمت گرم. آقای مجید، دو تا قلیون واسه آقایون ببر. بالاخره چی؟ دو روز دیگه همه میان. ما که روزنامه و مجله نداریم حرفمونو بزنیم. اگه تو خیابونم نگیم مردم ملتفت نمیشن. غیر اینه؟ باز با بچه‌ها مشورت کنم. این کار این دست و اون دست کردن نداره. دیر میشه. مثل همین الان که دیر شده. بانک میبنده. ایرادی نداره. مگه نگفتی یکی از بچه‌ها گیره؟ اونم ایرادی نداره. اصلا تو امروز یه چیزیت میشه آقا مجیدو. سیاه‌بازی تموم شد حاجی. چی زرت و پرت میکنی؟ حرف دهنتو بفهم. خواستم بهت گفته باشم بد جوری دنبالتن. شاید همین الانم هم دارم میپانمون. ما خودمون دنبال عالمیم. اگه گیر افتادی پای خودته. تا همین الانم هم پاد وایسادم. آدم فروشی هم نکردم. الیون نمیخواد. زحمت نکش. بی وسیله چرا اومدی عزیزم؟ دلم براتون تنگ شده بود. منم همینطور. خوش گذشت؟ خیلی. جاد خالی. عجب شهری. دخترت که قش کرد. دلش نمیخواست بیاد. چه جالب. آره میگفت تمام شهر دانشکده معماریه. ببینم. حالت خوبه؟ نه. چرا؟ مسعود رو دیدم. مسعود؟ شوهر سابقم. سلام. نترسیدا منم. آها. بله. چی کار داری میکنی دختر؟ همون کاری که شما نمی‌کنید. ما لباسامون دیدیم لباسشویی. حالا این دفعه پولشو بدید به من. حاضر جوابم که شدی؟ تنها اومدی؟ نه، مامانم اومده. منتها رفته یه خورده خرت و پرت بخره. ای بابا. خب توی یخچالتون هیچی نبود. چی ای پامیشین میان اینجا؟ خودتونو میندازین تو زحمت، منم تو دردسر. خواستیم خوشحالتون بکنیم. جاله جون تلفن کرده بود. خب؟ میخواسته با هاتون صحبت بکنه ولی پیداتون نکرده. خب؟ حالا خودش میاد لابد توضیح میده دیگه. لابد؟ بازارشو کساد نکنم بهتره. به به، باریکلا دختر خوب. چایی هم که دم کردی. دیگه وقت شوهرته. ای بابا. چیه؟ دلت غنج را؟ خودت هم میخوری؟ لطفا. باشه.
جاله جون. با هم دعواتون شده بود؟ هیچی به الهه نگفته بود. هیچ. یعنی که بنده برای الهه وجود خارجی ندارم. خب شاید فکر کرده اینطوری برای الهه بهتره، یا اینکه برای خودشون راحت تره. زندگی تلخ گذشته نباید کانون گرم خانواده رو از هم بپاشه. میدونید چیه؟ من که فکر میکنم ناراحتی شما خیلی عمیق‌تر از اینه که قد هویتتون رو از الهه پنهون کردن. نه نه، آزردگی من از همونیه که گفتم. بعید میدونم. یعنی تو از خودم بهتر میدونی؟ شاید. شما احساس میکنید که بهتون خیانت کردن، جاتون رو غصب کردن، ترجیح میدادی جاله هم مجرد باقی میموند. شما اون مرد رو نمیتونید تحمل بکنید، مردی که هم جاتون رو گرفته هم دخترتون رو. درسته؟ شاید. اگه شما محکوم به زندان نمیشدید، ممکن بود جاله بازم از شما جدا بشه؟ هیچ غیر ممکنی وجود نداره. لااقل من توی مدت زیاد اینا رو فهمیدم. یه جور دیگه میپرسم، جدایی شما چقدر تقصیر جاله بود؟ جاله هیچ تقصیری نداشت. نداشت؟ نه، فشار پدرش و اصرار من اونو قانع کرد. خب اگه اون یه دفعه مجبور شده علی‌رغم میل باطنیش این کار رو انجام بده، چرا پس ما نمیتونیم فکر کنیم که بازم شرایط زندگی مجبورش کرده دوباره ازدواج بکنه؟ ها؟ شاید مصلحت بینی مجبورش کرده که شما رو از الهه پنهون بکنه. پس سهم من چی میشه؟ آدمی که به آرمانش میچسبه به نظر من نباید به سهم فکر بکنه. سهم مال کسی که دائم داره چرتکه میندازه حساب سود و زیان زندگیشو میکنه. اگه بابا به آرمانش نچسبیده بود شاید الان پیش ما. حالا من از تو یه سوال میکنم، اگه تو جای الهه بودی این خبر رو بهت میدادن چه احساسی داشتی؟ دیوونه میشدم احتمالاً. الان نیستی؟ درست مثل این میمونه که الان به من بگن تو دختر کاظم فرنام نیستی. مگه میشه؟ پدرم اونه، حتی اگه پدرم نباشه. همه خاطره های من از موجودی به نام پدر مربوط به اونه. تجربه هام، نگاهی که به دنیا دارم، همه متاثر از اونه. اگه به من بود من بازم کاظم فرنام رو انتخاب میکردم، حتی اگه پدرم نبود. میدونید ممکنه یه نفر دیگه برام موجود قابل احترامی باشه، خیلی هم بهش علاقه داشته باشم، ولی این حقیقت باعث میشه که روحم دوپاره بشه. نه احساسم نسبت به کسی که فکر میکردم پدر واقعیم احساس قبلیه، نه با آدمی که تازه وارد زندگیم شده احساس نزدیکی داشتم. دستمه رو شلش کن. نمیشه. پولی رو بده بالا. این آماده پایین. کاری نداره. آبار کلا. اونجا رو نگاه کن. اینجا رو. آها. سلام حسن آقا، نوکرتم. چطوری؟ ای به درد نخور. خدا نکنه. چرا؟ مرد حسابی تو که دست نزدی به این ماشین.
به جون تو از اون روز تا حالا منتظرتم که بیای. خب منتظری که چی بشه؟ کارتو بکن. قول سر هفته شما به من ندادی؟ من هنوز سر قولم هستم. اومدم دستش بگیرم دیدم گلگیرش بدجوری مچاله شده، بایدم بهتر عوضش کنیم، هم گلگیر و همی سینی جلو رو. میخریدی دیگه قربونت، باید اجازهش میگرفتم اولا، گلگیرشو میخریدی میآوردی دو با من. یکی از این شاگرداتو میفرستدی میرفت میخرید دیگه. به جون تو کسری نداریم، نگاه کن یادم بیکار بده کردم من برستم بخرید. من که وقت ندارم بابا. اینه هاش، این میدونه، یه دقیقه ببر تو ماشین بقیه مرده بیا بخرمش. که بهم تحویل میدی؟ بی حرف پیش، فردا اصل. فردا؟ اومدی حسن آقا؟ بجون بجون زیر اینو ببین. آها درسته درسته. گذشته حق داشته، منم به ازدواج مجدد فهمه میگم. دخترتو دوست داری؟ اینو میفهم. دیوانه نشو. نداشتی جانه. نامی مرد خوبی. تو حق نداشتی. خیلی خوب. تو حق نداشتی. نامی مرد خوبی. تو حق نداشتی. آقا 55 کشور دنیا داره رئیسشو میاد. درست قبل از اجرام ساختمان و مدارت اداره محدودیه برسه. آقا چه کار یکی بریم گلگیره برداره. باشه. آجو کار دارم. بچه برون گلگیره بس پایین. تعطیل کردین راحت. بابا مملکت تعطیل کرده. ما تا آخر هفته صاحب ماشین میشین؟ انشالله. بله خب من میرم دوباره برمیگردم. باشه.
چه خبر پورزا؟ گفتم که من دیگه به درد این کار نمیخورم. مرده؟ نه، عمل تموم شد، میبرنش آی سی یو. خب دکتر چی گفت؟ راضی بود؟ عمل بد نبوده، ولی معلوم نیست که بتونه حرف بزنه. هی بابا، معذرت میخوام. کار ما همینه دیگه، یه مأمور تمام وقت برای مظنون میذارید. بتاعت بشین پروس. خب حالا از اول تعریف کن قضیه چی بود. من معمولا آدم خوشخلقیم، مگر اینکه عکسش ثابت بشه. قبول کن که تقصیر تو بود. قبول کن که حق داشتم. شما شرایط کارو در اینجا اصلا درک نمی کنید. چطور درک نمی کنی؟ گفتم ارزیابی همه کارهای تو عالیه. من به تعریف و تمجید اصلا نیازی ندارم، مقصودم خطرناک بودن کاره. شرط میبندم که هیچ کدومتون ندونین که چقدر به من نزدیک شده بودن. اونقدر تحت نظر بودم که نزدیک بود دستگیر بشم. خیال میکنی من برای چی اومدم؟ برای تفرش یا شرکت در کنفرانس سران؟ دستگاه انکودری که آوردم با همه سری بودنش میتونست با یه پیک بیاد. ما کاملا به منبع مشکوک شده بودیم، میدونستیم که تو خطری. اومدی فقط همینو به من بگی؟ من آلترناتیو تو بودم جوون. اگه لو میرفتی من باید کارتو تمام میکردم. برای همچین کاری کمی بازنشسته به نظر نمیاد. سن بازنشستگی برای من مرگه. امیدوارم که زود به این افتخار بازنشستگی نائل نشی. نخیر، هم مشخصات خودش و هم مشخصات وانتش با مشخصاتی که گشت ما ثبت کرده مطابقت داره. به احتمال قوی این مرد همون کسیه که این ویلای کرج رو تخلیه کرده و احتمالاً مسئول قتل این همکاران تعقیب و مراقبتمونه. و احتمالاً باید از جای مواد منفجره همون سمتکسا؟ بله بله، از جای سمتکس هم باید خبر داشته باشه. شما با دکتر صحبت بکنید. الان کجا هستی؟ تو ستار؟ علی؟ نه نه نه، من الان تو بزرگراه هستم، دارم عوارض محیطی رو بررسی میکنم. ما بدون گشت هوایی هم کاری نمیتونیم بکنیم. باشه، من با دکتر معالجش صحبت میکنم. بله بله. مورد دیگه ای نداری؟ نه خیر قربان. شما کاری ندارین؟ قربان شما. یا علی، خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
ای بابا، این که بازم خوابیده؟ درد داشت، مسکن تزریق کردیم. در ضمن به دوستانتونم گفتم فعلا مزاحمش نشید. خواهش میکنم بفرمید بیرون. دکتر جان، خیال میکنم این داره همه ما رو بازی میده. ما اینجا دستگاه دروغ سنج نداریم آقا. دستگاه ضرورت سنج چی؟ این باید حرف بزنه. این اول باید بتونه حرف بزنه، بعدن حرف بزنه. دکتر جان، این بابا یه قاتل حرفه‌ایه. فعلا که یه آدم بی‌دفاعی که روی تخت افتاده. دکتر، ممکنه نجات جون عده زیادی بستگی به حرفایی که این میزنه داشته باشه. حتی آبروی مملکت بستگی به همین اطلاعات داره. ازت خواهش میکنم یه کاری بکن ما بتونیم باهاش چند کلمه حرف بزنیم. دکتر،